به یه ویدیو انیمه دیگه خوش اومدین. توی این ویدیو قراره بریم ببینیم ترسناک‌ترین شخصیت‌های انیمه کیان. Let's go. اسلامت. خب ویدیو به این صورتی که قراره ترسناک‌ترین شخصیت‌ها رو ببینیم، از کم‌ترین تا بیشترین. و خب طبیعتاً ترسناک به این معنی نیست که آنابل باشی طرف مثلا و ببینی سکته کنی دیگه. نه، در شرایطی که مثلا تاریک باشه و توی خود انیمه کنارش باشی، چقدر میتونه اون آدم برای ترسناک باشه دیگه. در این حالتش رو باید در نظر بگیریم و بریم ببینیم که قراره چی داشته باشیم. لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره. اول از همه که ایتاچیه از ناروتو خدایش ترسناک، نمیتونم اینو بپذیرم. اون 30% یا استراب میگیرن مثلا با دیدنش شاید، یا دیگه ته تهش میشه گفت خیلی ترسناک، نمیدونم. ولی خب کسی که آدم کشه دیگه، کسی که آدم میکشه ترسناک میتونه باشه یه خورده حداقل. لایت یاگامی 35%، که خب این بکنم 140,000 تا آدم و یه همچین رقم خیلی زیادی رو کشته بود و با وجود سنه کمی هم که داره میشه گفت ترسناک محسوب میشه جدی. مینتا از ما هیرو آکادمی 38% ترسناکه، که با توجه به سنش زیادی به نظرم ترسناک میتونه باشه. حتی تاکاشی از آکیرا 40% ترسناکه، که واقعا حاجی زامبی طرف دیگه ترسناکه واقعا. بعدیش ریش سیاه حاجی از وانپیس که 42% ترسناکه و خب میشه گفت غیر ترسناک ترین یونکوی واقعا وانپیسه در مقابله مثلا کایدو یا بیگ مام. واقعا 42% واقعا منطقیه. تایتان زری از اتکان تایتان 45% ترسناکه، میشه گفت واقعا به نظرم بیشترین حرفا باشه جدی. فکر کن یه غول 15 متری واقعا ترسناک‌تر به نظر این حرفاست حدودا. زاماسو از دراگون بال زد 49% ترسناکه. کانکی از توکیو غول، چرا زده دراگون بال اشتباه شده، کانکی از توکیو غول 50% ترسناکه، که خب شاید در حالت آدمیشو نگه، چون در حالت آدمیش اونقدر ترسناک نیاد. مثلا اون غولاش که مثلا زد بیرون چیزای هیولا تورش و اینا ترسناک‌تر میشه دیگه خداییش. حالا اونایی که انرم دیدن اون آخر انیمه در اون یکی حالت نهایی نهاییش دیگه اصلا دیگه خب واقعا خیلی ترسناک بود جدی، ولی به جز اون واقعا ترسناک بود در حالت. هیسوکا از هانتر هانتر 53% ترسناکه، خیلی روی این کراشن طبیعتا، ولی خب ترسناک هم از جدی. یامی از یوگیو 55% ترسناکه. ساسوری از ناروتو 56% و جدی سریعش احساس کنم از قبلی ها کمتر ترسناکن. دکتر گیرو از دراگون بال زد 56.5%، کلن پیری هایی که من نظرم ترسناک و ممکن حتی فریکی تور باشن، این منطقی خداییش. او این دکتر از وان پیس که تو کار زامبی هم بود، دکترمون شیجیبوکایی هم بود، 57% ترسناکه، خیلی رومخ بود. دابی از ماهیر آکادمی 58% ترسناکه، خدایش میپذیرم جدی. این پرفکت سل از دراگون بال زد 60%، هاجی این خیلی باید به نظرم ترسناک در این حرفا باشه، این حداقل 80% ترسناک هست خدایش. ناروتو در حالت 63.5% ترسناکه، این هم به نظرم باز ترسناکتر، این 60.5% از خدایش، این دوتا به نظرم ترسناکترن، قبلی هم حتی ترسناکتر بود به نظرم. ترسناکو داره شروع میشه خدایش، خشنگ مشخصه. تسوکیاما از توکیو غول 61%، حتی در حالت غولش هم به نظرم ترسناک نبود و بیشتر منحرف بود و نمیدونم. دابورا آجی خودش خیلی ترسناک ترین حرف است در مقابل اون 62%. نانیکاس هانتر هانتر 63%. او اکسودیا از یوگیو 65%. اینا واقعا من نظرم خیلی ترسناک ترین چیزن که زده. پابوتو از ناروتو در این حالتش 69% ترسناک، کلن 60% ناروتو به نظرم یه سرچو جدی خیلی میتونن ترسناک باشن. وجتا در این حالتش از دراگون بال زد 69.5% ترسناکه. ریوگ از دسنوت 70%، جای خود خب اسرائیل محسوب میشه دیگه، منطقیه. رم
این خیلی فریکی بود. باز به نظرم نسبت به ریوک حتی 71% ترسناکه. تایتانا کلن 74% ترسناکن. حالا این عکس تایتان از مجسمه رو زده ولی منظورش کل تایتان هاست و چیزی که نوشته. خیلی جالبه که تایتان زره برای مردم کمتر ترسناکه تا تایتانای عادی با اون قیافه عجیب غریبشون. بیگ مام از وان پیس 75% ترسناکه. یونکوی مادر جدی و قلمروی خفنی داشت. به نظرم قدم ترسناک نبود ولی خب خیلی روانی میشد اگه غذا هم بیار میکرد. و کایدو به نظرم از این خیلی خیلی ترسناک تره طبیعتاً. اوروچیمارو از ناروتو 77% ترسناکه. نامو از ماهیرا آکادمی 77.5% و خدایش با این مغزی هم که داره. آره خدایش طور اصلا سرش خیلی ترسناک تو رو اینا. سرش شبیه مغز انسانه. یامی از یوگیو، این اون یکی یامیه با اون فرق میکنه، 78% ترسناکه. نو فیس 79% و خب یه جایش واقعا ترسناک نبود، خیلی کیوت بود به نظرم ولی یه جایش واقعا ترسناک هم میشد. تتسو در این حالتش 79.5% ترسناکه. و زاگرید از بلک کلاور 80% ترسناکه و واقعا میپذیرم خداییش میشه گفت شاید ترسناک ترینه تا اینجای کار توی این لیست. هم چشماش هم کلا قیافش و بدنش اینا خیلی ترسناکه. این گارا در این حالتش از ناروتو 81% ترسناکه و واقعا ناروتو 60% ترسناک کم نداره، خصوصا دراگون بال زد. فریزه داخل این حالتش 82%. تایتان حیوانی خدایش خیلی عجیب بود، فصل 3 اولین بار دیدیمش و واقعا میپذیرم که یکی از ترسناک ترین تایتان هاست. مت پیروت 84% ترسناکه، کلن خیلی قیافه فریکی هم داره. او تاکیزاوا از توکیو غول، این خیلی ردی بود اصلا، 86% ترسناکه. اوچیدا هم که 88% ترسناکه. شیمورا هم که 89% ترسناکه از ماهیرو آکادمی. سوکونا 89.5% ترسناکه و واقعا فکر کنم ترسناک ترین باید باشه جدی منطقی بخوام بهش فکر کنیم. و حالا جدای این که خیلی خفنه با اون ترکیبی که با یوجی شده، ولی خب ترسناک ترین نفرینه واقعا. جیسون از توکیو غول، او این حرومی که واقعا کانگی زد دخلش آورد، 90% ترسناکه. هانامی چجوری از سکونا ترسناک تره؟ با اون گلی هم که داشت به نظرم تو واقعا باحال شده بود. و 91% ترسناکه از جوجوتسو کایزن دوباره طبیعتاً. آل فور وان هم از ماهیرو آکادمی 91.5%. ویلن گاد اصلا نگم براتون جدی. کسر از فید زیرو 92% ترسناکه. اینو نگاه کنین خداییش. هید گرل 92.5% و واقعا انیمه خیلی رومخیه. این انیمه خیلی شخصیتای ترسناک داره و اینم جدی میپذیرم. مونفیش از ماهیرو آکادمی چجوری از آل فور وان ترسناک تره؟ 93% ترسناک این. و اسمایلینگ تایتان، این تایتان واقعا خیلی عجیب و رومخ بود و 93.5% ترسناک. گوتام از پارسایت 94% ترسناکه که واقعا دلیلش داخل خود عکسه میشه ببینی، فقط صورتش پیداست ولی همه چی داره میگه. بنگم که واقعا 94.5% حقشه، اینم باید قیافه شد قدر میبینیم ها، یعنی بازم خیلی ترسناک ترین حرف هاست که دارید میبینید. و ارین در حالت تایتان بنیانگذارش 95%. چه ترس ها به چه ملت ها و چه آدم ها که نداد جدی و نگم براتون واقعا میپذیرم. و جدی جای کایدو داخل لیست خالی بود واقعا و باید به نظر میبودش داخل دیمون سلیر. به نظرم مثلا همچین خود موزان ترسناکه واقعا، با وجود اینکه خیلی مایکل جکسون تور هست و اینا ولی ترسناک هم هست به نظر من، باید میبودش. و کلا اگه کسی جا مونده بود داخل کامنت بگید کی جا مونده، ویدیو لایکش کنین اگه دوستش داشتین و مرسی که تا این آخر ویدیو دیدین. دوستتون دارم تا ویدیو دیگه. فعلا.